تاریک خانه بانوی هزار چهره سفره انقلاب قسمت اول خبرنگار پارلمانی آغاز فعالیت معصومه علی نژاد با نام رسانه‌ای مسیح علی نژاد متولد 20 شهریور 1355 در روستای قمیکلای بابل است. معصومه علی نژاد در دوره کوتاهی بنا به ادعای خودش در بازداشتگاه اطلاعات بابل بود و پس از آن به 3 سال حبس تعلیقی و 74 ضرب شلاق محکوم شد. این حکم پیش از حضورش به عنوان خبرنگار پارلمانی در مجلس صادر شد. با توجه به پروسه کنکاو و بررسی در انتخاب خبرنگاران پارلمانی توسط وزارت اطلاعات، داستان بازداشت معصومه علی نژاد عجیب به نظر می رسد. مسیح علی نژاد روزنامه نگاری حرفه‌ای را با روزنامه همبستگی آغاز کرد. وی هنگامی که مرجان شیخ الاسلامی آل آقا متهم پرونده اختلاس شرکت پتروشیمی ایران دبیر سرویس سیاسی همبستگی بود، به عنوان خبرنگار پارلمانی به مجلس ششم راه یافت. بعدها علی نژاد در کتابش با عنوان باد در میان موهایم اعتراف کرد آل آقا زیر پر و بالم را گرفت. دفترچه تلفن مرجان شیخ الاسلامی بود اسمش. دبیر سرویس مجلس بود. یه روز نیومد من دفترچه تلفنش رو یواشکی گرفتم و شما تلفن چند تا نماینده رو گرفتم و یه مصاحبه تلفنی با چند تا نماینده انجام داده بودم در مورد نامه‌ای که اون موقع رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته بود به خامنه ای که آیا مجلس میتونه از صدا و سیما تغییر تفاوت بکنه یا نه. اون گزارش من تیتر یک روزنامه شده بود فردا. خب بعد مرجان شیخ الاسلامی خیلی بهم کمک کرد، یعنی وقتی فهمید که با یه دونه دفترچه تلفنش من تونستم یه تیتر خبر درست بکنم، خیلی بهم بیشتر اعتماد کرد و من شدم خبرنگار مجلس. وی علاوه بر همبستگی خبرنگار خبرگزاری کارگری ایلنا نیز بود. اخراج مسیح علی نژاد از مجلس. در آپریل 2005 خبر اخراج معصومه علی نژاد خبرنگار پارلمانی روزنامه همبستگی از مجلس هفتم منتشر شد. ماجرا از چه قرار بود؟ هیئت رئیسه مجلس دلیل اخراج علی نژاد را عدم رعایت ادب و نزاکت عنوان کرد، اما منابع خبری نزدیک به مسیح علی نژاد اخراج او از جمع خبرنگاران مجلس را به دلیل انتشار خبری توسط علی نژاد مبنی بر اینکه هر یک از نمایندگان مجلس در آستانه نوروز 2005 مبلغ 1,100,000 تومان به عنوان پاداش دریافت کردند عنوان نمودند. فیش حقوقی اصلا بهانه بود، یعنی دلیل اصلی اخراج واقعا نمیشه گفت فیش حقوقی بود. اصلا یکی از نماینده خودش اومد سراغ من و گفته که من یادم آقای شجاع‌پویان استادطلب هم بود، میخواست فیش حقوقی رو به من بده، نگران بود، به من گفت برای خودتونم شاید بد بشه، من فیشو میذارم بالای این میز، شما پایستر من بیاین و بردارین. مثلا انگار داشتیم دزدی میکردیم تو راهروهای مجلس. این رفت فیش حقوقی رو گذاشت بالای میز، اینجوری از پشت دستش اینجوری ول کرد بالای میز، من فیش رو برداشتم. من مجبور شدم عمر یه خبرنگار مسئولیت چه بپذیرم، بگم خب من فیش رو خودم پیدا کردم. ممنوع الورود شدن علی نژاد به مجلس، اعتراض مکتوب نمایندگان عضو فراکسیون اقلیت اصلاح طلب مجلس را به همراه داشت. آنها این اقدام را غیر قانونی خواندند. تعدادی از نمایندگان اکثریت محافظه‌کار که برخی از آنان منصوب به طیف افراطی این جناحند نیز با تذکر آیین‌نامه‌ای به اخراج علی نژاد از مجلس اعتراض کرده و این اقدام را مصداق تاب نیاوردن در برابر انتقاد و اعمال محدودیت بر کار رسانه‌ها قلمداد کردند. احمد نژاد اومده بود توی شهر خودمون بابل و از من به عنوان خبرنگاری که به خاطر افشای فیش حقوقی نمایندگان اخراج شده بودم از مجلس چه دفاعی جانانه‌ای کرد. آیا مسیح علی نژاد روابط عاطفی با محسن صفایی فراهانی داشت؟ محسن صفایی فراهانی عضو شورای مرکزی و رئیس هیئت اجرایی جبهه مشارکت ایران اسلامی است. صفایی فراهانی نماینده تهران از حزب مشارکت در مجلس ششم، سیاستمداری که کلید درپای بسته بر روی مسیح علی نژاد
و حلقه اتصال او به اخبار اختصاصی مجلس شورای اسلامی بود. برخی مسیح علی‌نژاد را همسر موقت این نماینده سابق مجلس می‌دانستند. هرچند که مدرکی در رد و یا اثبات این موضوع نمی‌توان ارائه داد، اما در مصاحبه‌ای با بایتون سان، مسیح ازدواج موقت را امری نرمال برای پیشبرد روابط کاری عنوان می‌کند. اما او رابطه خاص خود را با فراهانی پدر و فرزندی توصیف می‌کند. پس از مجلس با افول ستاره اقبال علی‌نژاد در مجلس، وی رایزنی با معاونت سیاسی صدا و سیما را آغاز کرد که به عنوان خبرنگار خارجی صدا و سیما به یک کشور اروپایی اعزام شود. این رایزنی ها در حال نتیجه دادن بود تا اینکه به خاطر انتشار فیش حقوقی نمایندگان مجلس هفتم از مجلس اخراج گردید. 12 سال پیش همینجا توی این مجلس در طول یک ماه 3 تا فیش حقوقی نماینده های اصولگرای مجلس شورای اسلامی رو پیدا کردم و توی روزنامه همبستگی و خبرگزاری ایلنا منتشر کردم. در ایام عید بود، 14 فروردین، وقتی از تعطیلات 13 به در برگشتیم مجلس، همونجا جلوی در به من اعلام کردن که محسن کوهکن عضو هیئت رئیسه مجلس گفته که این خبرنگار رو دیگه راش ندیم. به همین ترتیب رام ندادن و اخراج شد. در امر رسالت خبرنگاری علی‌نژاد نکته متناقض این است که وی 4 سال کامل در مجلس ششم هم کار میکرد، اما به خاطر تعلق خاطر و وابستگی به اصلاح طلبان، فیش حقوقی و مزایای نمایندگان مجلس ششم و یا رشوه های دریافتی برخی از آنان از شهرام جزایری عرب، یکی از اخلالگران در نظام اقتصادی ایران را هرگز افشا نکرد. از مسیح علی‌نژاد نوشته هایی در روزنامه های شرق، بهار، بقای اتفاقیه و هم‌میهن نیز منتشر می شد. اما مسیح به روزنامه اعتماد ملی، ارگان رسمی مهدی کروبی پیوست. او در این روزنامه یک مقاله جنجالی نوشت که شور و شوق مردم و استقبال از رئیس جمهور وقت محمود احمدی نژاد را در سفرهای استانی با خوشرقصی دلفین‌ها به خاطر گرسنگی برای مربی خود مقایسه کرده بود. این تمسخر و تأخیر مردم از سوی مسیح علی‌نژاد کروبی را وادار به عذرخواهی بابت انتشار این مقاله نمود. مسیح علی‌نژاد نیز طی نامه‌ای سرگشوده ضمن عذرخواهی از محمود احمدی نژاد، او را مردی جفا دیده از یارانش مطرح نمود. وی در بخشی از نامه خود نوشت، نه به عنوان یک خبرنگار و بلکه به عنوان یک ایرانی، آنگاه که در قاب تلویزیون کوچک خانه‌ام فریاد و اوج نامه‌های روانه شده به سمت رئیس جمهور کشورم را می‌دیدم، به جای آنکه مست و مدهوش حضورشان به گرد آقای رئیس جمهور شوم، یاد نیاز و احتیاجی که به خاطرش فرسنگ ها می پیمایند تا نامه ای را تقدیم دولت مردی کنند افتادم و به همین سادگی دانستم که به جز من، خود او نیز تا به بیتابی ملتی نیازمند را ندارد و چه بسا در تنهاییش بر کنسرت غم‌انگیز گرسنگی و گردن کجی و گریه آنان که به استقبالش آمده اند عشق می ریزد. من قصد داشتم بگویم در این وادی برخی اصولگرایان او را تنها گذاشتند. از دیگر خوشرخصی های علی‌نژاد در همین روزنامه اعتماد ملی، حمایت تمام قدش از سپاه تروریستی پاسداران است. او این گروه را که فرماندهانش در جهان به کودک کش معروفند، نیروی مستقل نظامی خوانده بود و اطلاق صفت تروریست را مانند علی خامنه‌ای، نقشه دوجمن یا همان آمریکا. علی‌نژاد مصاحبه ها و ملاقات های بسیاری با سیاستمداران شاخص طیف اصلاح طلب داشت، از جمله سید محمد خاتمی و مهدی کروبی. او حتی در حضور خاتمی اجازه آواز خواندن یافت. موجب فساد نشود بلاش دست جمعی. دست جمعی. بعد میگوید تکخانی زن چگونه است؟ میگوید حکم مسئله بالا بده. واقعا؟ خب پس برای خود شما به لحاظ شخصی اگر یک زن بخواد بخونه گوش میکنید؟ خیلی وقتا جلو من قرآن خوندن، جلو من بالاخره دکلمه کردن. آواز سنتی بخونن گوش میکنید؟ من البته هنوز نخوندن. من صدام قشنگه ولی. اگر خدا خدا
مرا بگریانی من آسمانت را به غم بگریانم. دلبستگی عمیق علی‌نژاد به جریان اصلاحات امری بسیار آشکار، پر سابقه و غیر قابل انکار است. در واقع من بدون هیچ تعارفی میگم این انگ شیرینیه که برای برخورد با این بیقانونی‌ها اصلاح طلب هستم و تعلق خاطر دارم به یک جریان و جناحی که معتقد باید از اساس پایه این چون بیقانونی‌ها رو بزنم.